صبح زیبا و دلنگیزه همه شما بیننده های عزیز ما در افغانستان و بیرون از کشور بازم بخیر باشه و قلبا تشکر از این که صبح زندگی رو به خاطر دیدن انتخاب کردین. از حمایت های همیشگی شما عزیزان سپاسگزار هستم و فعلا هم نوبت رسیده به بخش صدای شما. شما عزیزا میتونین به شماره 070-111-4090 همین لحظه تماس بگیرین و مشکلاتتان در بخش امنیتی با ما شریک بسازین. همکاران عزیز ما یاداشت میکنن و با آقای میونش احمدزی شریک خواهد ساختن. البته امروز قرار بود که آقای احمدزی تشریف بیارن در برنامه ولی مشکل برشان ایجاد شد و نتونستن که امروز در برنامه حضور داشته باشن، ولی امروز صرفا تماس های تلفنی شما عزیزا را خواهیم داشت. شماره تماس برنامه ما همین لحظه فعال است، 070-111-4090 میتونین زنگ بزنین، موقعیت خوب را اختیار بکنین تا ما صدای شما عزیزا را در برنامه بهتر داشته باشیم و تماس های شما عزیزا لطفا مشخصا در رابطه با موضوعات امنیتی باشه و سایر مشکلات اگر شما دارین یا مواجه هستین در روزهای بعدی انشالله که در برنامه تماس های شما عزیزا را خواهیم داشت. و ناگفته نمانم منتظر کامنت های شما عزیزا هم هستیم در رابطه با موضوعی که امروز در صفحه فیسبوک برنامه پست کردیم. سوالی که امروز هست در رابطه بی است که چه آمادگی های برای تجلیل از اید گرفته اید. مطمئنن که همه شما عزیزا هم آمادگی هایتان دارین، پس همین لحظه کامنت بکنین و نظرتان شریک بسازین تا بر ما برسن. خب میریم به طرف اولین تماس در این بخش برنامه و ببینیم که کدام هموطن عزیز ما روی خط هستن. بله سلام، صبح بخیر. سلام، خوب هستی؟ تشکر، سلامت باشین. کی هستین؟ از کجا تماس گرفته؟ من از یاستم، از عراق. بسیار خوب، خیلی خوش آمدین، بفرمایین. صدای تلویزیون تانه کم بسازیم؟ بسیار خوب، تماس شما وصل است، بفرمایین. متاسفانه بیننده عزیز ما صدای ما را از طریق تلویزیون میشنیدن و خوب است بریم به طرف تماس بعدی، باسم ببینیم که کدام هموطن ما روی خط منتظر هستند. بله سلام، صبح بخیر. خب فکر کنم که نمیفهم چرا صدای خب تماس فاصل شده. بله سلام، صبح بخیر. بله خب بیننده عزیز ما صدای ما رو نداشتن. تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام، بیننده عزیز خوب هستن، خوش آمدن. خب بازم بیننده ما صدای ما رو درست نداشتن. لطفاً زمان که تماس میگیرین موقعیت خوب رو اختیار بکنین. و تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. خوب هستن، خوش آمدن. سلام علیکم. علیکم سلام، صدای تلویزیون تانه کم بسازین لطفا. بسیار تشکر، مهربانی. خب بازم میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، رو رسال بخیر. علیکم سلام، تشکر، شما خوب هستین، بسیار خوش آمدین. جور بسیار خیر بسیار. دقیقا شیدان روپی و مشترکی یاره که ام دغه صدقه ان اورلکه تذکریال اور هغه تیر نظام ده هم ده یتیمان ده اما هغه تیر نظام اتا چمر ده شیدان ده نیو و مشتا ده پرواز کال را کری ده او نیم ده شش کال را کری ده نیم تروس پر ده ملماس ای چه ده وست را کی ایره که یا دیوی چه ادر کو یا ادر کو مرد تیر نظام زمین شده اوکی جدوه دانی یکی من یوان پانده پاته دوروار تروز پر اسم علمات دسته بله. شما یا به وزارت شهدا و معلولین مراجعه کردین؟ و رو را اغوات چوار شورو را اغد ده غر کم را تکوری لکه یو امریکایی چوار تواتش خوزه خدای که از اغلا را تویلی زورتون واندو دوگو یکی من ورس کلی ورور اکوانده ورس کلی ورور اغوات تدار کم کوری لکه امریکایی یه بچان و دیده سی که و دالام مسلمان ها تیز خوشکر دی امارات تیز تیز انور که چیز تیز کپار دا کفا بایده و تیز خوشکر دی اسلام تیز پونده یکیم اکو اولی پا بلی و غیدار کم تسال و ما تمرون دی تالیبان و اکارتون و ورکری دی از ما پا کینی که دی ارادا دا از ما شماره ورکه
سر صاحب کڅوړ هغه ته ورکه چې راسه پرسی او هغه کسان چې نک پنده لري نه یتم لري په کور کې شید هغه ته یا د کارتونو ورکړي دي پر ورځ کالم شپته شپته زر افغانۍ جواز شش کالم واشتل ولې دا لا په دې ګان ولې دا زما د کول یتم په بلې و خو ورور څه ولې دې چې السلام علیکم ما ته سم جواب راکړو. بله واقعا مشکل شما یک مشکل جدی و اساسی است. مشکل شما را هم همکاران ما یادداشت کردن. تشکر میکنم از تماس شما و باز هم میریم به طرف تماس های بعدی. بله سلام صبح بخیر. بله سلام علیکم. علیکم سلام، کی هستین؟ از کجا تماس گرفته؟ بسیار خوب، خیلی خوش آمدین، بفرمایید. حفیظ الله جان بفرمایید صحبت بکنین. ببخشید همه ایسای ملون هم بود. ما پار سال در ماه نظام ماش بیرد 17800 ماش بیردیم دیگه این تقریبا ماش ما اولا نشد امیره یک ملبان دیم اولا میشه یا نمیشه؟ بله خب آیا شما خودتان مراجعه کردین؟ بله بله، من پار سال در ماه نظام پار سال هم ماش 17800 گرد. بله امسال مراجعه نکردین؟ بله خب تشکر میکنم. تماس بعدی. بله سلام صبح بخیر. بله سلام. بله سلام، خوب هستی؟ علیکم سلام، تشکر، شما خوب هستین؟ بسیار خوش آمدین. شکر، زنده باشی. گفتم در کابل برقا چی کردن؟ علیکم سلام، بسیار خوش آمدید. خوب هستین، چی حال داری؟ خوش باشی برادر. ببختی زامد آدم تمام ماشای شهیدا که گفت میگم که اولا میشه اولا شده مردم همه گیره یک کشم روشنی داده، حالا میشه نمیشه که ما بریم پشتش بگردیم. بله خب این موضوع را ما با مسئولین شریک میسازیم ولی تلاش میکنیم اونا را در برنامه داشته باشیم. متاسفانه تا فعلا کس در این راستا حاضر نشد از مسئولین تا در برنامه ما حضور پیدا بکنن و خودشان پاسخ بدن، ولی بازا ما تلاش میکنیم با همکاران ما در ارتباط باشیم تا اونا بتانن که به مشکلات هموطنان عزیز ما به نحو رسیدگی بکنن و سوالاتشان حداقل پاسخ بدن. و میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام صبح بخیر. سلام علیکم، خوبتنم، بخیر هستم. تشکر، سلامت باشین، بفرمایید. به مثال تقاضی گفتم بررسی مشه برای اون چطور شده حساب بشه ما نامعلوم مانده متوره بشه یه وضع اقتصاد صفر شده که آخره والا. بله خب متاسفانه یکی از مشکلات اساسی و مهم هموطنهای عزیز ما همین موضوع تقاعد است که متاسفانه تا حال به این موضوع به صورت درست رسیدگی صورت نگرفته، ولی تا جایی که آقای امین‌الله بابکر ما هفته گذشته در برنامه داشتیم اونا گفتن که کار روی از این موضوع شدیداً جریان داره و احتمال داره که به زودی به مشکل متقاعدین عزیز ما رسیدگی صورت بگیره و امیدوار هستیم که واقعا این موضوع جنبه عملی پیدا بکنه. خب میریم به طرف تماس بعدی، باز هم ببینیم که کدام هموطن عزیز ما روی خط هستن. بله سلام صبح بخیر. بله سلام، خوب هستین؟ خوب؟ تشکر، سلامت باشین. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ خاطر است و شهر مزیدار شریف تماس گرفتیم. ماشای شهیدی رو ملیل چور نمیتن. خب سوال شما سوال است که هموطن عزیز ما پیشترم تماس گرفته بودن و حتما شما بیدن تنه بودین. میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام. خب تماسشان از دست دادیم. باز هم ببینیم که کدام عزیز روی خط هستن. بله سلام. بله سلام، خوب هستید؟ بخیر. تشکر، صبح شما هم بخیر، بسیار خوش آمده. شکر، زنده باشی. از روزگرو به تماس شدیم، گفتم برقا آتر چی نیست که تو گرمی هم زیاد چه داره برقا خیلی آبته بگو. خب از مشکل برق دیگه شما شکایت دارید. متاسفانه قسمی که بر همه هموطنان عزیز ما معلوم دار است، فیصدی زیاد برق افغانستان کلا برق وارداتی است. صرف در بعض از حالات که برق وارداتی قطع میشه ما میتونیم که از برق خود کابل استفاده بکنیم، اون هم به مقدار بسیار کم، ولی متاسفانه در ایام زمستان و هم در ایام تابستان زمانی که هوا خیلی گرم و سرد میباشه مصرف برق با وجود از اینکه نیاز هست ولی متاسفانه پرشوی ها بیشتر میشه دیگه. امیدوار هستیم که شرکت برشنا در این قسمت توجه جدی داشته باشه. و خوب از بریم به طرف تماس بعدی، باز هم ببینیم که کدام هموطن ما روی خط منتظر هستن.
بله سلام صبح بخیر. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بخیر باشین، از خیرخانه از سیسی تماس گرفتیم. ما اثر وزارت داخله اثر حکومت قبلی هستیم، به ارتباط دماماش ما که بالای نظام قبلی مانده بود. امارت اسلامی گفتن که ما میتیم ماشاتان موجودی هم کردن، دیگه پرسنال هم خواستن، منتظر از امو هستیم، آیا میتن نمیتن معلوم نیست. خب بازم این موضوع را ما نمیتونیم که از فکر خود چیز در این مورد بیان بکنیم، ولی باید مسئولین در این راستا پاسخگو باشن. بازم با همکاران ما این موضوع را شریک خود ساختیم. بله سلام. بله سلام. تماس شما وصل است، صحبت بکنیم. تشکر، صدای تلویزیون تانه کم بسازین لطفا. تماس بعدی را بازم پاسخ میتیم. بله سلام. خوب هستی؟ بخیری؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین. شکر، الحمدلله. شما خوب هستی؟ خیر باشین. سلامت باشین. خیر و خیریتی است. از کجا تماس گرفتید؟ امسال معلولین پرش که اولا نمیشه. چون پارسال وقت اولا شده بودیم. سال کی اولا میشه؟ امسال به جایش معلوم نیست. امیر قبول بکن. تشکر میکنم. واقعا مشکل معلولین و متقاعدین شهدا بسیار زیاد جدی است و ما درک میکنیم. امیدوار هستیم که حکومت امارات اسلامی در این راستا توجه جدی داشته باشه و مشکلات هموطنان ما زودتر رسیدگی بکنن که دچار مشکل اقتصادی هستند. ولی مشخصا امروز قرار بود تماس‌های تلفنی شما عزیزا را در رابطه با مشکلات امنیتی داشته باشیم، ولی متاسفانه خب اکثریت شکایت ها و پرسش ها در مورد معاشات متقاعدین، شهدا و معلولین بود. ولی با آن هم ما سوالات شما عزیزا رو یادداشت کردیم، با همکاران ما شریک میسازیم و فرصت داریم بازم میگیریم یک تماس ببینیم که کدام عزیز ما روی خط است. بله سلام، صبح بخیر. صبح شما بخیر، چهال داریم، جان شما جوره؟ تشکر، شما خوب هستین، خوش آمده. سلامت باشید. بفرمایید. جان مرار، میمون برنامه شما کینه امروز؟ ما امروز تماس های تلفنی از شما را می داشته باشیم در بخش صدای شما، ولی مهمان ما امروز قرار بود بیاین، نامدن آقای میونشو احمدزی. روز پنجشنبه بازم خواد بودن و در رابطه با مشکلات امنیتی صحبت می کنن. باشه، بازم میمون شما بیای جان برار، می بخشیم باز من تلفن می کنم که صحبت می کنم. بله تشکر می کنم. هفته آینده شما می تانین روز یکشنبه تماس بگیرین. خب تماس بعدی را پاسخ می دهیم. خب فکر میکنم همه قدر تماسا کافی است. همکارا میگن که هموطن های عزیز ما امروز مشخصا دیگه مشکلاتشان زیاد بود و پرسشاتشان در رابطه با موضوع متقاعدین و معاشاتشان بود. امیدوار هستیم باز هم که به این مسئله هرچی زودتر رسیدگی صورت بگیره و هموطن های عزیز ما که دچار مشکلات اقتصادی هستند و مطمئنن که دچار این چنین مشکلات هستند، چون تنها درآمدشان یا هم عایدشان همین پول تقاعد بودن که او هم به دستشان نرسه، واقعا زندگیشان دچار مشکل جدی میشه. و از تماس های شما عزیزا هم بسیار تشکر میکنم. در این لحظات برنامه نوبت به یک وقفه رسیده و پس از وقفه کامنت ها یا نظریات شما عزیزا را همکارم بصیر جان حبیبی مرور خواهد کرد.